سلام به دوستان عزیز، میخوایم امروز طریقه تعویض فیلتر دستگاه تصویر رو بهتون توضیح بدیم. دو مدل دستگاه تصویر داریم، حالا مدل‌های مختلفی داریم که فیلترهای متفاوت روش سوار میشه. اینجا یه 5 فیلتر داریم که کار کرده است و یه 6 فیلتر داریم این طرف که کار نکرده است، 9. ما این دستگاه دست دوم رو آوردیم که برای تعویض فیلتر به شما توضیح بدیم چطوری تعویض فیلتر انجام بدیم. طریقه تعویض سه تا فیلتر پایین به این صورته که شما آچار به این صورت داخل فیلتر میذارید، یه فشار آروم بیارید، میچرخه باز میشه به این صورت. همونطور که دیدید طریقه باز کردن فیلترهای دستگاه تصویر ستای پایینی رو بهتون توضیح دادم. حالا میریم برای جا انداختن فیلترها. فیلتر یک فیلتر پپه که هولوش تو تهران 6 ماه یه بار عوض میشه، ولی شهرستانهای دیگه از قم، سمنان باید یه ماه یه بار، دو ماه یه بار عوض کنن. یه جایی مثل اهواز شاید هفته یک بار هم عوض بشه. این بستگی داره، این هوزینگ و شیشه‌ای درست کردن، فیلترش هم سفیده. هر موقع که رنگش قهوه‌ای شد، همونطوری که اون اول ویدیو دیدید رنگش قهوه‌ای شد، باید ستا این یه دونه فیلتر عوض بشه. یه دونه فیلتر به این صورت باز میشه، داخل انداخته میشه، این نیازی نیست، فرق نمیکنه سر و ته گذاشتنش، به این صورت بسته میشه. اسم این فیلتر، فیلتر پپه هم هستش. فیلتر دو، فیلتر جی ای سی. فیلتر دو سه تقریبا 6 ماه یک بار باید عوض شه، حالا زیاد تأثیر نداره کدوم شهر باشه، باید 2 ماه یک بار، 3 ماه یک بار عوض بشه. به این صورت باز میشه. این سر تا داره، این طرفی که واشر نداره سمت پایین دستگاه، پایین هوزینگ قرار میگیره، طرف واشر دار بالای هوزینگه. به این صورت میرسیم به فیلتر سوم، جی ای سی. فیلتر جی ای سی هم مثل فیلتر قبلی 6 ماه یه بار باید عوض بشه، به این صورت باز میشه. این هم سر و ته نداره، فیلتر یک و سه سر و ته نداره، فرق نمیکنه کدوم طرف بذارید شما، ولی فیلتر وسط باید حواستون باشه که درست بذارید، به این صورت بسته میشه. و در آخر با آچار یک مقدار صفر میشه. فیلترهای پایینی، ستای پایینی تا 5 میکرون همه املاح آب رو میگیرن که بعد برسه به فیلترهای بالا. فیلترهای بالا تقریبا تو 1 میکرون، فیلتر F4 تا 1 میکرون آب رو میگیره و فیلتر 5 یه بوگیری مختصر انجام میده که تو بعضی از دستگاه ها فیلتر 6 میاد طعم دهنده میشه. همونطوری که میدونید تو بعضی دستگاه تصفیه‌آب یکم آب به تلخی میزنه، این فیلتر میزنن به نام طعم دهنده. فیلتر 4 فیلتر ممبران هستش، فیلتر 5 پست کربونه و فیلتر 6 مینرال. در ادامه فیلترهای بالا رو براتون توضیح میدم که ستای فیلتر پایینی که توضیح دادم اکثرا همه افراد میتونن تو خونه انجام بدن، ولی ستای بالایی رو باید متخصص بیاد براتون تعویض کنه که یه سرویس کامل هم دستگاه رو انجام بده، پمپ اگر مشکلی پیدا کرده، اگر مخزن باد نداره، اینا رو براتون سرویس کنه. ولی باز یه توضیح مختصری به شما میدم. برای تعویض فیلترهای بالا، فیلتر ممبران که اصلی ترینشه
باید آزاد کنید اول از جای خودش به این صورت. وقتی آزاد شد درش رو که باز کنید، اینو الان ما آبش رو خالی کردیم، ولی شما باید یه لگن حتما زیرش بذارید آبش داخل اون بریزه. بعد به این صورت با یه دونه انبردست میتونید بکشیدش بیرون، فیلتر ممبران رو در میارید میندازید دور، یه دونه فیلتر جدید میذارید. ولی این دستگاه چون این فیلتر سالمه، ما همینو میذاریم سر جای خودش به این صورت. یه دونه واشر این سر داره، اگر بتونید اینو برگردونید بهتره، چون بیشترین فشار دستگاه تصویر تو این منطقه است، تو این نقطه است، باید این حتما آب بندی بشه. به این صورت دوباره میذاریم سر جاش. فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر دستگاهه. فیلترهای پایین شاید کثیف باشه، فیلترهای 5 و 6 کثیف باشه، این فیلتر اگر سالم باشه دستگاه کار خودش انجام میده، تصفیه آب انجام میده. اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آبه. ولی اگر این کثیف باشه، همه اینا رو هم نو بندازید دوباره، 5 تا فیلتر دیگر نو هم کار کنید، اینا عوض نکنید، هیچ فرقی نداره تصفیه آبتون. برای همین میگم این اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آبه. اینم تقریبا توی تهران 1 سال تا 1.5 سال کار میکنه. باز میتونید شما برای اینکه تاییدیه بگیرید که خرابه، شما تو کتری اگر از این دستگاه استفاده کنید، دستگاه تصفیه آب استفاده کنید، دیگه جرمی تو کتریتون نمیبنده. ولی بعد از 1 سال 1.5 سال شروع میکنه کم کم لرد بستن و جرم گرفتن، جرمای کوچیک. بعد از اینکه اون موقع متوجه میشید که باید فیلتر ممبران و فیلتر بالای دستگاه رو تعویض کنید. فیلتر پست کربن و ممبران مینرال هم فیلتر زرد که اصولا الان همه دستگاه 6 فیلتره هستش، به این صورت مثل این دستگاهمون 6 فیلتر است، اصولا همه دستگاه رو دارن اونطوری الان جدیدا میزنن. دستگاه قدیمی تره که اینطوری 5 فیلتر است. اینا رو باید مینرال و پست کربن حتما باید با ممبران تعویض کنید. طریقه تعویضش هم به این صورت، شما سرراهی این سر رو میگیرید، به این صورت میچرخونید باز میشه، به این صورت این برم به این صورت باز میکنید. فیلتر پست کربن رو به این صورت بر میدارید، این سر جای خودش بسته میشه. حالا باید ببینید اگر نوار تفلون لازم داشته باشه اینجا بپیچید دور این، ببندید به این صورت و اینم سر جای خودش ببند. این دستگاه از زیر سینک جدای، حالا شما نیازی نیست اون شیلنگ ها رو باز کنید، شیلنگ مخزن سر این بسته شد، فقط شیلنگ مخزن باید باز بشه، بقیه شیلنگ ها سر جای خودش قرار میگیره. به این صورت تعویض میشه و سر جای خودش قرار میگیره به این صورت. فیلتر پست کربن برای بوگیری استفاده میشه، بعد از ممبران گذاشته میشه که یه بوگیری از آب انجام بده و بره برای تو مخزن ذخیره بشه که برای استفاده از شیر آب استفاده کنید. این فیلتر پست کربن همونطوری که گفتم دیگه با ممبران باید تعویض کنید، تنها عوض نمیشه،